میخوام تو این ویدیو راجع به سختی های دوست پیدا کردن بعد از مهاجرت صحبت کنم در خارج از کشور، یا اینکه آیا میشه بعد از اینکه مهاجرت کردیم دوست صمیمی پیدا کنیم یا نه، اینجا میتونیم دوستی های عمیق تشکیل بدیم. البته چنانچه در ایران اصلا دوست صمیمی و عمیق داشتیم، ولی اشکال نداره اگه نداشتیم من باز میخوام ببینیم که آیا اینجا فرصتش هست، شدنی هست یا نه. چند تا نکته رو میخوام بگم. من همون اولین روزی که رسیدم اینجا توی فرودگاه گفتم که نکاتی که میگم از تجربه شخصی خودمه و هیچ ایرادی به نظرم نداره، هیچ ترسی هم ندارم که بعداً نگاه کنم و بگم که این چیزی که گفتم الان دیگه نظرم نیستش. نظر آدم تکامل پیدا میکنه، خب واسه همین طبیعیه دو سه سال دیگه شاید مثلا نکاتی به این اضافه کنم، یه بخشی رو اصلاح کنم. الان این نظر من از تجربه‌ای که تا الان به دست آوردم. میخوام از حلقه ارتباطات شروع کنم. وقتی که میاد آدم اینجا، اون حلقه ارتباطاتی که توی کشور خودش داشته رو خب نداره. مثلا اگه از ایران اومده باشید، بالاخره یه سری آدم میشناسید. یعنی تنها ترین آدم هم که باشید، دیگه بالاخره رفتید مدرسه یا شاید رفته باشید دانشگاه، یه سری آدم میشناسید. توی کانتکت گوشیتون یه سری شماره است. میدونی؟ حالا ممکنه با بعضیاشون دوست باشید، با بعضیاشون دوست صمیمی باشید، بعضیا که ارتباطاتشون خیلی زیاده، هر هفته اینور اونور و مهمونی و فلان و بهمان و همش یکی دعوتشون میکنه. حالا این حلقه چه اهمیتی داره؟ اینه که خود اون حلقه شما رو با آدمای بیشتری متصل میکنه. وقتی میرید مهمونی، وقتی میرید تولد، 5 نفر آدم جدید میبینید، 3 نفر آدم جدید میبینید، شمارهشون رو میگیرید، تو اینستاگرام هم دیگر فالو میکنید. و خود حلقه آدم، مثلا اینکه میگم پول میاره، ارتباطات هم ارتباطات میاره. اما اینجا که میاد خب اون حلقه رو ندارید و از کانتکت خارجیتون خالیه. توی قسمت مثلا میری آلمان، میری قسمت کانادا، هیچ شماره سیو نیستش. برای همین کسی بهتون زنگ نمیزنه و دعوتتون کنه و همینجوری خود به خود دوست جدید به وجود نمیاد. آدم‌ها رو بدون اینکه بخواید نمیبینید. باید تلاش کنید براش. یعنی باید انرژی بذارید واسش. و این میتونه خیلی اولش خوب بالاخره سخت باشه. پس این حلقه نداشتن و حلقه ارتباط اولیه خودش یه مسئله و زمان میبره که اون حلقه شکل بگیره. حالا مسئله بعدی زبانه. ببین زبان خب توی ارتباط خیلی مهمه. طبیعیه، راجع به این اصلا نمیخوام تاکید کنم. و حالا بسته به اینکه چه زبانی شما صحبت کنم. مثلا اینجا خب آلمانی صحبت میکنن و انگلیسی. حالا بعضی از بیشتر محافل آلمانی، حالا یه جاهای انگلیسی هم هست. مثلا چون ما بود بچهای مثلا دانشگاه که میریم بیرون، مثلا حالا نصفشون حداقل دارن انگلیسی صحبت میکنن، چون به هر حال دانشجو اینترنشناله. حتی تو همون انگلیسی هم بعضی‌ها هستن که واقعا ارتباط گرفتن براشون سخته. مثلا چند روز پیش رفته بودیم کافه و یکی از بچه‌ها انگلیسی صحبت می‌کرد ولی هیچ‌کی نمی‌فهمید و مثلا همین پرسیدن چی طرف دوباره میگفت، دوباره همه چی دوباره میگفت. خب خود طرف اذیت میشه، بقیه نمیفهمن و ارتباط گرفتن برام آدم سخت میشه و همین باعث میشه که آدم کمترم هی نظر میده دیگه، چون وقتی هر بار که میپرسن میگن چی خودش یه خورده میدونی خودش میکشه عقب. بعضیا یه نکته دیگه هم میگن، میگن که علاوه بر این حالا روون بودن توی زبان، مسئله مثلا عاد فرهنگی زبانم مهمه. چه میدونم جوک ها، نکات فرهنگی که درباره صحبت میکنن زبان. مثلا من خیلی به این باور ندارم واقعا، به خاطر اینکه موضوعاتی که صحبت میشه، مگه من نظرم اینه که مگه چقدر چند درصدش راجع به ابعاد عمیق فرهنگ اون جامعه است که مثلا شما ازش بی خبری. اکثرش مسائل روزه، اکثرش مسائلیه که آشناس برای شما. اگه مثلا شما با جمع دوستای دانشگاهتون میرید بیرون، مسئله چیزاییه که به سن شما میخوره، به فرهنگ شما میخوره، حتی اگه ایران بزرگ شده باشید. میدونیم من خیلی به ندرت به نظر من برمیگرده به چیزایی که شما ازش غافلید و مثلا نمیدونید موضوع چیه، اصلا نمیتونید مشارکت کنید. من خیلی باور ندارم. خیلی چیزا هست که اینو صحبت میکنن راجبش، ممکنه منم ندونم اصلا راجب چی صحبت میکنن، ولی چالش نیست، میتونی بپرسی، براتون توضیح میدن. یا مثلا خود همه میتونه موضوع باشه واسه صحبت کردن که شما نمیدونید، اونا میدونن، حالا مثلا صحبت میکنن در موردش. به نظر من این چالش اصلی نیست. مثلا اصلی همونی که بتونی روون مکالمه کنی. یه نکته دیگه هست، پیش قضاوت و پیش داوری. خب این مسئله رو حالا بعضیا به نژاد پرستی ربط میدن، حالا من نمیخوام الان به اون ربطش بدم، ممکنه ربط داشته باشه، یعنی یه همپوشانی هایی داره، ولی حالا اون چون مسئله حساسیت برانگیز و بزرگیه، باید جدا راجبش صحبت کرد و با احتیاط باید راجبش صحبت کرد، چون که صحبت های اشتباه راجبش خیلی زیاد. ولی این پیشتاوری و پیشقضاوت به زبان ساده اینه که در مورد شمایی که مهاجر هستید اینجا، یه پیشتاوری و پیشقضاوتی وجود داره و اینو نمیشه انکارش کرد. حتی حالا اینکه چجوری اونو ابراز کنن متفاوته. ممکنه یه جایی این مثلا بشه که خیلی بدی ابراز بشه که شما باعث بشه طرد بشی و جدا بشی، یه جاهایی ممکن اصلا ابراز نشه و با شما نایس هم برخورد کنن، ولی به هر حال
به هر حال شما مساوی 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 یه کسی که اینجا به دنیا اومده و بزرگ شده و شبیه خارجی ها و اروپایی ها نمیبینن، شبیه مثلا آلمانی ها نمیبینن، یه فرق میکنه براشون. و این تا یه حدی هست دیگه، ته ذهن خیلی از آدم ها این تا یه حدیش به هر حال کمتر بیشتر وجود داره و تأثیر میذاره دیگه، این خیلی تأثیر میذاره. اینکه چه جوری تأثیر میذاره واقعا نمیشه گفتش، میگم دیگه بسته به اینکه کدوم منطقه هستید، کدوم کشور هستید، کدوم آدم سر راهتون قرار گرفته، چه گروه سنی هست، مثلا تفاوت داره یه 18 ساله با یه مثلا 40 ساله. برام این راجمه خیلی نمیخوام صحبت کنم، ولی یه همچین چیزی به حال یه کانسپتی وجود داره. شاید حالا چیزی که بیشتر بتونم راجع بهش صحبت کنم اینه که اونا از فرهنگ ما شناخت نداره. یک بخشش اینه، یعنی یه بخشش اینه که ممکنه خیلی نگاه منفی به شما اصلا نداشته باشه، ممکنه خصمانه به شما رو قضاوت نکنن، ولی فرهنگ رو نمیشناسن، نمیدونن از چه بک‌گراندی میای، نمیدونن از کجا میای، کی هستی، چه جوری باید تحلیلت کنن، تو چه کانتکستی باید معنات کنن. خب مثل یه کتابی هستی که جلد رو جلدش ننوشته اسمشو، میدونی یه همچین حالتی داره، یا مثلا یه چیزی نوشته رو جلدش ولی با یه فونتی نوشته، به زبونی نوشته که نمیتونی بخونی اون زبونو، یه همچین مسئله وجود داره و برای همین نمیدونن چجوری باید ارتباط بگیرن یه وقتایی، یا احتیاط میکنن توی ارتباط گرفتن. اینو چجوری میشه حل کرد حالا جلوتر میگم، قبل از اینکه به راه حل برسیم اونجا صحبت میکنم راجبش. ولی همچین چالش این شکلی در نظر داشته باشی که وجود داره و الزاماً هم حال میگم حتما از چیز مثلا از نیت بدی نمیاد، یه وقتایی صرفا ندانستنه. یه بخش دیگه از مسئله که سخت میکنه ارتباط گرفتن اینجا و دوست پیدا کردن جای دیگه اینه که مشکلات ارتباطی خود ماست دیگه، یعنی باید رو راست اگه بخوایم باشیم، ما هم که پرفکت نیستیم توی اینکه حالا مهارت‌های اجتماعی و غیره، یه بخشش مشکل خودمون است، نمیتونیم خوب صحبت کنیم، نمیتونیم خودمون رو خوب ابراز کنیم، از احساساتمون حرف بزنیم، یا مخصوصا اینجا من دیدم که مثلا چون طرف اینجا مهاجره و چون که طرف مقابلش مثلا یک بومیه، خیلی طرف کمتر به خودش جرأت میده که مثلا عصبانیتش رو ابراز کنه، ناراحتیش رو ابراز کنه، دلخوریش رو ابراز کنه، میره مثلا تو توییتر مینویسه به جای اینکه به خود طرف بگه که ببین من خوشم نمیاد که اینجوری بهم گفتی، میدونی. و اتفاقا این ابراز احساسات خیلی مهمه، چون خیلی کمک میکنه که طرف شما رو درک کنه و همون جلدی که گفتم جلد نوشته پیدا کنه. و یه بخشش پس میشه مهارت ارتباطی ما، که حالا تو ایران هم میتونه چالش باشه واسمون، اینجا هم که میایم همچنان چالشه، یعنی یه مهارت نقصی داریم اینجا هم با خودمون میاریمش، فرق نمیکنه. یه بخشش اینه، یه بخشش اون زوایای تیز فرهنگیه، اینم یه نکته‌ایه، یعنی ممکنه ما یک فرهنگی داشته باشیم، حالا اصلا اسمشو فرهنگ نذاریم چون باز دوباره فرهنگ حساسیت برانگیزه، بگیم ویژگی‌هایی داشته باشیم که اینجا ممکنه بیشتر آدمو اذیت کنه، تو ذوق بزنه یا طردشون کنه. مثلا میگم ممکنه من مثلا در ایران یه آدمی باشم که خیلی مثلا شفاف و رو راست و صادق نباشم. خب این تو ایران خیلی تو ذوق نمیزنه، به خاطر اینکه خیلی ها اینجوری هستن، نرمه یه جورایی، میدونی. و آدم ها حالا بعضی خوششون نمیاد ولی خیلی هم میگن خب دیگه حق داره، مثلا حق داره. ولی اینجا خب یکم متفاوت میشه، اون عدم شفافیت، عدم رو راستیه، عدم صداقت بیشتر تو ذوق میزنه، بیشتر برنده تره و آدم ها سریعتر فیلتر میکنن، سریعتر ترد میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی از هر 1000 نفر مثلا 995 نفرشون شفاف و رو راست حرف میزنه، خب اون 5 نفری که شفاف و رو راست حرف، چرا باید بری با اون 5 نفر حرف بزنی؟ یعنی آدم خودش کلاهشو قاضی میکنه، میگه خب چرا. ولی وقتی میدونی حالا آمار که میگم، دارم خواهم فقط ذهن نزدیک شه، آمار واقعی نیست که، این ابعاد مهمه. حالا چیکار میشه کرد راجع به این قضیه؟ این چالش ها رو گفتم. اولش اینه که آهسته پیش رفتن و اعتماد سازی. باید سرعت رو یه خورده کم کرد، نباید انتظار داشته باشی با همون سرعتی که مثلا تو ایران میرفتی به یکی دوست میشدی، حالا نمیدونم اگه میشدی یا خوش به حال شما، اینجا هم مثلا بتونی بشی. و آره واقعا در ایران بعضی وقتا میشد، خیلی سریع شدنی بود، ولی ممکنه اینجا مثلا همون انتظاراتو نباید پیاده کنید، یا اگه شد اگه انتظار نداشته باش، یا همون سرعتی که خودت دوست داری با یکی صمیم میشی شاید طرف نخواد، باید بهش فرصت بدی. کلا باید به آدم‌ها اینجا فرصت بدی که شما رو بشناسن، فرهنگتون رو بشناسن، بفهمن از چه بک‌گراندی اومدی، بهتون اعتماد بکنن. زمان کلا اعتماد سازه، زمان به علاوه اینکه شما خودتون رو به شکل خوبی نشون بدید خیلی دیگه عالی اعتماد میسازه. و یه سر ذهن رو میبره سمت اینکه یک مهاجر انگار که باید خودش رو ثابت کنه، و شاید این چیز خوشایندی نباشه.
صحبت این قضیه بود اتفاقا با یکی از دوستان آلمانی و من داشتم روی همین نکات حرف می‌زدم که چرا کلاً مثلا پیش قضاوت و پیش داوری بود صحبتی که داشتیم می‌کردیم. اون اتفاقا پرسید که در جریان بحث، یعنی حالا پرسید که سخت نیست واسه شما مثلا واسه تو به عنوان مهاجر که انگار همش باید خودتو ثابت کنی که انگار که آدم خوبی هستی؟ و یه واقعیتیه، خیلی خوشش نمیاد ولی یه واقعیتی، به هر حال منم خوشم نمیاد ولی یه واقعیتیه که انگار که این افراد، ما کسی که مهاجره انگار باید خودشو ثابت بکنی یه جورایی که بتونن آدما، یعنی انگار یه پیش قضاوتی هست، حالا باید ثابت کنی که تو اونی که اینا احتمال میدن نکنه باشی نیستی، میدونی؟ و این یه خورده خب سخت میکنه کارو، ولی و کسی اگه بخواد میتونه با این سر مخالفت داشته باشه و سر جنگ داشته باشه، میتونه اکتیویزم بکنه برای بهتر کردن این سیستم، ولی به هر حال واقعیت اینه که فعلا وجود داره همچین چیزی و شخص باید یه ذره شاید تلاش بیشتری بکنه نسبت به آدمی که بومیه اینجاست برای اینکه اعتماد یه آدم دیگه رو جلب بکنه. پس اعتماد به نظر من شکل میگیره، دوستی صمیمی شکل میگیره، ولی یه خورده زمان برتر و آهسته تر و سنجیده تر با شما صمیمی میشن. بازم میگم این بسته به حالا آدم به آدم فرق میکنه و کشور به کشور. یه نکته هست، نکته دو اینش همون هماهنگ شدن با فرهنگ میزبانه. منظور این نیست که شما ورداری که کلا فرهنگ خودتو برزی دور، فرهنگ اینا رو سوارشی، این اتفاقا کار نمیکنه به خاطر اینکه خیلی دوزوق میزنه که فرهنگ جدیدی که شما، معلومه که مال خودت نیست، معلومه که اصیل نیستی، اتفاقا اصالت خیلی مهمه راجب، پس این اصالت شاید یه ویدیو بتونم بدم، خیلی این اصالت مهمه، اما اون زوایایی از فرهنگ که برنده است برای اینا رو باید یه خورده نرم کرد. اگه بخواید دقیقاً همون فرهنگو دقیقاً همینجا پیاده کنیم، ممکنه یه قسمتایش ببره پوست مثلا آدم‌ها رو، میدونی؟ باید یه جاهایشو نرم کرد، یه جاهایشو باید نگه داشتش. اگر از فرهنگ اینا هم چیزی خوشتون اومد، خب میتونید اقتباس کنید، اشکالی نداره. در نهایت یک آمیخته‌ای میشید از دو فرهنگ، هیچ اشکالی هم نداره، ولی مهم اینه که همچنان یک نسخه منحصر به فرد و اصیلیه که خودتون برای خودتون میپسندید، نه اینکه مثلا فقط اینا رو ورداشتید که شبیه مثلا بقیه بشید یا مثلا شبیه خود ایرانیتون نباشید، یا نه مثلا شدید یه دونه پیام بازرگانی که انگار مثلا میخواید فرهنگ ایرانی رو تبلیغ کنید، این خوب نیست. و نکته نهایی فعال بودن و انرژی گذاشتن دیگه. شخص یکم به هر حال باید انرژی بیشتری بذاره نسبت به اینکه شاید مثلا تو کشور خودش میذاشته. و اگه خیلی ساده بخوام بگم اینه که اگه همیشه صبح شب تو خونه بشینی، خب اتفاقی نمیفته، کسی زنگ نمیزنه بگه آقا بیا با من دوست شو، چون کسی اصلا نمیشناسه شما رو، اصلا کسی نمیدونه وجود داری. و این یه واقعیتیه که حالا هم یه خورده تلخه، هم یه خورده رهایی بخشه. اتفاقا یه فصلی از یه کتابی بود Free and Alone in the Universe، یه جورایی اینجا Free and Alone هستی در این جهان دیگه، کسی نمیشناسه شما، ولی خب امکانات بیشتره دیگه، از طرف ایونت های متنوع وجود داره که در ایران 10% که هیچ، 1% هم نبود. و باید خورد خب شخص زمان بذاره، انرژی بذاره و ارتباطش تشکیل بده با حالا اون نکاتی که در بالاتر گفتم. خیلی ویدیو رو نمیخوام طولانی تر کنم، امیدوارم به درد خورده باشه. اگه دوست داشتید ویدیو لایک کنید، حتما کامنت بذارید و تا ویدیو دیگه، خدافظ.